بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان با عرض سلام به شما خوبان، امیدوارم صحتمند باشین. دوستان، در جلسه قبلی ما جدول مفصل توضیح دادیم. امروز به ادامه برنامه یا به ادامه جلسه قبلی در رابطه با خصوصیات جدول صحبت میکنیم. یادتون باشه دوستان عزیز، جدول گفتیم از دو نوع خط ساخته شده بود، افقی و عمودی. امروز خطوط افقی رو میخوانیم. یادتون باشه دوستان، خطوط افقی هست به نام پریود یاد میشه و یاد متوجه باشین که هر پریود از یک عنصر غیر فلز، از یک عنصر فلز شروع میشه، به گاز نجیب ختم میشه. مثلا دوستان، پریود اول هستن، ببین اولین پریود هست، از هیدروژن شروع شد، با چی ختم میشه؟ با گاز هلیوم ختم میشه. این قسمت اول. قسمت دومش، عنصر بعدیش دوستان عزیز، از لیتیم شروع میشه و این با کدام عنصر ختم میشه؟ ببینید، قسمت با گاز نیون ختم میشه. این دومش. قسمت شماره 3 را سعی کنید. ببین، از سدیم شروع شد و این با چی ختم میشه دوستان؟ با ارگون ختم میشه. قسمت شماره 4 را ببینید. ببین قسمت شماره چند؟ 4. 4 از پتاسیم شروع میشه و این با کدام ختم میشه؟ با گاز کریپتون ختم میگردد. قسمت بعدیش دوستان، ببین بعدش هستن داریم روبودیم میباشد. ببینید، از روبودیم شروع شد و اینجا هستن با گاز کریپتون با زینون ختم میشود. قسمت بعدیش دوستا عنصر روبودیم هست، بعدش از سیزیم. سیزیم شروع میشه و با گاز چی ختم میشه؟ رادون ختم میشه. و قسمت آخرش دوستا، هفتم، فرانسیم شروع شده و هنوز تکمیل نشده. این کارخانگی شما باشد تا انشاءالله بتوانید حلش بسازید. دوستان عزیز، پس بنابراین ببین اینی پریود چندم از پریود اول میباشد. سعی کن پریود اول اینی هستن، پریود شماره چند؟ پریود شماره 2. اینی هم داریم، پریود شماره چند داریم؟ شماره 3. این هم داریم، پریود شماره چند؟ شماره 4. اینی هستن. ببینید این قسمت را میداشته باشیم، پریود شماره 5 داریم. دوستان این خیلی مهم هستن. اینی میداشته باشیم 5، این قسمت هم داریم 6 و این قسمت هم میداشته باشیم 7 میباشد. پس بیرون پریود ها رو ببینید. پریود شماره 1 داریم، پریود شماره 2 داریم، شماره 3 داریم، 4 داریم، 5 داریم، 6 داریم، 7 داریم. یک استثناء وجود داره. ببین استثنایی که هست در قسمت میباشد. یعنی در پریود چندم است؟ اول. پریود اول استثناء از هیدروژن شروع به گاز هلیوم ختم میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه استثناء پریود اول از یک گاز شروع به گاز نجیب ختم میشه. متوجه باشین دوستان، پریود اول دو تا عنصر میداشته باشد. این هستن تعداد عناصر پریود اول چند تاست؟ دو تا میباشد. ولی متباقیش رو ببین دوستان، ببین این قسمت هستن. پس یعنی یکیش داریم پریود اول، این قسمت رو داریم دیگم و این قسمت دیگهش رو میداشته باشیم دوستان. پس من این رو یک بار خط کشی کنم برتون که شما بهتر و خوبتر یاد بگیرین. اینی را دو تا یک جای میگیریم، این قسمت دیگهش هستن. ببینید قسمت را یک جای میگیریم، اینی دو دانه را یک جای میگیریم، اون را اول میگیریم. پس متوجه باشین دوستان عزیز که اینی قسمت ای کوتاه‌ترین پریود میباشد. پریود کوتاه یاد میشه. اینه. اینی پریود، پریودهای کوتاه هست. اینی پریود هست به نام پریودهای متوسط یاد میشود. اینه. ببینید این قسمت به نام پریود متوسط برش میگیم. این قسمت را پریودهای متوسط یاد میشه. اینی هستن. اینا را به نام پریود متوسط یاد میکنیم. اینه متوسط. اینی به نام پریودهای طویل یاد میشود. این قسمت به نام طویل. باز طویل ترینش این قسمت میباشد. ببینید این پریود چندم هستن؟ پریود ششم طویل ترین، طویل ترینشان هستن. خیلی خوب دوستان عزیز، پس بنابرای یادتان باشد پریود اول دو عنصر، دوم سوم هر کدامش 8 عنصر میباشد. این قسمت هم داریم 8 عنصر و اینی هم داریم چند عنصر؟ 8 عنصر. این قسمت دیگهش هستن 18 عنصر هست و اینی هم داریم 18 عنصر. این هم داریم 32 عنصر. اما بحث پریود هفتم یک نکته خیلی جالب دارم. کتاب معارف یا نصاب معارف یا کتاب مکتب ما دوستان این فعلا عبده انصر زده. ببینید فعلا برای فعلا شما عبده انصر بره کنکور عبده انصر بگیرین. اما در نصاب های چاپی جدید یا چاپی 98 این تعداد را زیاد زده. یعنی چند؟ 32 انصر زده. یادتان باشد شما فعلا برای کنکور این را چند بگیرین؟ عبده انصر بگیرین. چرا عبده انصر بگیرین؟ چون فعلا کتاب هایی که در دسترس ما شما قرار دارد این عبده گرفته. انشاءالله در سالهای بعد اگر تجدید چاپ شد، این قسمت ها اصلاح شد، با شما میگیری چند؟ 32 عنصر. اما فعلا شما چند عنصر باید بگیریم؟ این را عبده عنصر. چرا؟ چون در کتاب مکتب ما همین موضوع ذکر شده. پس بنابراین پریود اول 2 عنصر داره، پریود دوم سوم 8 عنصر داره، 4 و 5 18 عنصر داره، پریود 4 و 5 ششم 32 عنصر و پریود آخر هفتم
ابدان صورت که تکمیل نشده و گذاشتیم بر شما که انشاءالله شما دانشمندان کبیر شیمی یا کیمیا این قسم متباقیش رو باید تکمیل بسازین. خیلی خوب دوستان، پس سه تا نکته جذاب دیگه که میخوام براتون توضیح بیتم، اما قبل از نکات جذاب رو که توضیح بیتم دو تا فرمول براتون میگم. یکی از این فرمولا رو به این شکل میگم دوستان عزیز، ببین یکیشان داریم این مثبت دو کل مربع تقسیم چند داریم؟ تقسیم دو. ببین این یک فرمول، این اصلا این یک فرمول می داشته باشیم. خب این فرمول برای کدام هستن؟ این فرمول برای اعداد جفت می باشد یا برای پریود می باشد. اما کدام پریود؟ برای پریود جفت هستن، یادتان باشد این برای پریود های جفت می باشد. در این قسمت این نمبر پریود هست، این نمبر پریود می باشد. یعنی چه؟ مثلا آیا یک تاق است یا جفت؟ تاق است، پس تاق نمی گیریم. اما شماره دو چی هستن؟ شماره دو جفت می باشند. ببین شماره دو جفت هستن. اینجا بیا قیمت وضع بساز، در قسمت وضع بساز. پس قیمت این چند میشه؟ دو. چرا دو؟ چون این قسمت دو داریم. پس به یک کار انجام میتین، دو جمع دو؟ چار. چار مربع کن، شانزه. شانزه رو تقسیم دو کن میشه چند؟ هشت. سعی کن این قسمت چند انصار داریم؟ هشت انصار داریم. پیرید چارم سر نمیگیریم چون تاق است و جفت کار داریم. چار ببین چند انصار؟ هجده انصار. پس بیا این قسمت دو سال. چار جمع دو میشه ببین قسمت در چار جمع دو داریم چند میداشته باشیم؟ چار اینجا داریم، دو اینجا هستن میشه شش. شش هم مربع کن سی و شش. سی و شش تقسیم دو میشه چند؟ هجده. دقیقا چند انصار داریم؟ هجده انصار. ببین پنج رو نمیگیریم، شش رو میگیریم. پس شش تاق است، سعی کن دوستان جفت است با مسرت. شش داریم اینجا هستن، شش رو بیا وز بساز. شش جمع دو میشه هشت. هشت مربع کن شست و چار. شست و چار تقسیم دو میشه چند؟ سی و دو انصار. پس قسمت سی و دو انصار داریم. همچنان پس میتونیم کدام پیریود های جفت میباشند؟ ببینید دو هست، چهار هست و شش میباشد. یک پیریود دیگه هم داریم دوستان خوبم، متوجه باشین دوستان فرمول بعدی این جمع یک بازم داریم کل مربع تقسیم چند؟ تقسیم دو. اینم یک فرمول وز بسازیم دوستان. ببینید فرمول که اصلا این برای اعداد تاق می باشد یا برای پیریود های تاق می باشد. من قسمت پیریود می نویسم ولی نوی پیریود پیریود تاق می نویسم. این قسمت را می نویسم پیریود ولی پیریود تاق هست، یادتان باشد دوستان. پیریود های تاق هم همین فرمول صدق می کنه، این جمع یک کل مربع تقسیم دو. حالا بیا اینجا اصلا شماره یک است، یک تاق است یا جفت؟ مسلم است تاق می باشد. پس یک جمع یک دو، دو را مربع کن چار. چار تقسیم دو میشه چند؟ دو شد. اینه پس ما چند داریم؟ دو انصار. پیریود بعدیش هستن، پیریود بعد و بعد و بعدش انشالله رحمان بعد از یک وقفه کوتاه برتون توضیح میتونم متباقی خصوصیات را نیز برتون شرح خواهیم داد. دوستان عزیز در قسمت دوم برنامه خوش آمدین. شرح دادیم پیریودهای تاق و جفت رو. فقط یک نکته اشاره کنم، یادتان باشد دوستان کدام عدد تاق می باشد؟ یک است، دیگه عدد سومش داریم، عدد دیگه شماره پنج داریم، عدد شماره چند؟ هفت. اینی اعداد عدد تاق می باشد. خیلی خوب، حالا بیا همین اعداد رو ما فرمول وضع بسازیم که واقعا جواب میده یا خیر. ببین پیریود اول را کار کردیم شماره سه. پیریود شماره سوم داریم چند عنصر؟ هجده عنصر. ثبوت کنیم وای واقعا هجده عنصر است یا نه. پس جمع یک چار. چار مربع کن شانزده. شانزده تقسیم دو میشه چند؟ هجده. ببینید قسمت هجده عنصر داریم. پیریود سوم با مسرت اشتباه شد در قسمت. ببین سه، سه را جمع یک کن میشه چار. چار مربع کن شانزده تقسیم دو میشه چند؟ هشت. پس قسمت هشت داریم. پنج چند عنصر؟ هجده عنصر. پس به قسمت پنج جمع یک میشه شش. شش مربع کن سی و شش تقسیم دو میشه چند؟ هجده. پس قسمت داریم هجده عنصر. پیریود هفتم سی و دو عنصر اشاره کردیم، اصلش سی و دو عنصر میباشد. پس حالا ببین اینجا در فرمول آیا واقعا میگه پس یا نه. هفت داریم ما. هفت جمع یک میشه چند؟ میشه هشت. هشت مربع کن شست و چهار. پس شست و چهار تقسیم دو میشه چند؟ سی و دو. پس قسمت داریم سی و چند عنصر؟ سی و دو عنصر. دوستان عزیز، جنبندی موضوع یا نکات زیبا و ظریف این موضوع رو میخوام برتون یک نکته است، یک دو تا نکته اینجا اشاره کنم. ببین دو تا نکته خیلی زیبا برتون این قسمت توضیح میتم، یک دو تا نکته خیلی خیلی زیبا برتون شرح میتم. نکته شماره یک، اول یادتون باشد کوتاه ترین پریود پریود اوله. اگر شما احیانا بخواید کوتاه ترین پریود کدام است؟ پریود شماره چندم است؟ پریود شماره یک میباشد. اینه پس بنابراین دوستان ببینید قسمت کوتاه ترین پریود، اینا کوتاه‌ترین پریود، کوتاه‌ترین پریود پریود شماره چند از شماره یک می باشد؟ یک، چون دو عنصر داره. یک. شماره دوم یا نقطه شماره دو، اینا ایره می نویسیم نقطه شماره چند؟ نقطه شماره دو. به خاطر بسپارین دوستان طویل‌ترین پریود پریود ششمه، اینا هستن. پس اینجا رو می نویسیم، ببینید می نویسیم طویل‌ترین. طویل‌ترین چی هستن؟ طویل‌ترین پریود، اینا دوستان خوبم، طویل‌ترین پریود پریود چندمه؟
پیریود ششم می باشد. شامل چند عنصر؟ 32 عنصر می باشد. اما قسمت آخرش نکته شماره چند؟ نکته شماره 3. اینم خیلی مهم می باشد. دوستان عزیز، در یک از برنامه های تلویزیون آریانا یا شبکه جهانی آریانا دقیقا من همین سوال شنیدم، گفته بود طویل ترین گروپ کدام می باشد؟ طویل ترین گروپ جدول کدام هستن؟ اکثر دانش آموزا آمده بود چیکار کرده بود؟ گرفته بود گروپ اول زده بود، بعضی ها گروپ دوم را، ولی اکثر کسا گروپ اول هشتم زده بود، در حالی که غلط است دوستان. طویل ترین گروپ احیانا بار دیگر از شما در کنکور یا جای دیگر پرسان شود. طویل ترین گروپ کدام است؟ گروپ سوم فرعی می باشد. ببین دوستان خوبم، این قسمت پس من می نویسم. طویل ترین گروپ هستن ها. طویل ترین گروپ اینا برتون می نویسم، طویل ترین گروپ سوم فرعی می باشد. دوستان خوبم، اینا سوم فرعی است و شامل چند عنصر است؟ 32 عنصر می باشد. این نکته شماره 3 خیلی مهم می باشد. دقیقاً دوستان عزیز، احیانا اگر دوباره شما جای پرسان کرد یا سوال نماید، حتما این نکته رو باید داشته باشین. نکته شماره 3، طویل ترین گروپ سوم فرعی هستند که شامل چند عنصر است؟ 32 عنصر می باشد. امیدوارم قسمت ها رو با تمام خصوصیات و جذابیت موضوع یاد گرفته باشین. دوستان عزیز، حالا میخوایم بدانیم که کدام گروپ ها اصلی است، کدام گروپ ها فرعی باشد، یا قبل از اینکه ما بیم وارد جزئیات گروپ های اصلی فرعی شویم، تعیین موقعیت عناصر را بخوانیم. دوستان چگونه می توانیم یک عنصر را در گروپ ها و پیریود ها تعیین کنیم؟ من یک بار خیلی کوتاه براتون میگم، جدول اشاره کردیم از دو نوع گروپ ساخته شده بود، خط ساخته شده بود، یک خطوط عمودی که به نام گروپ یا دسته یاد کردیم، یک خطوط افقی است که به نام پیریود یا دوره یاد کردیم. حالا ما قادریم یا می توانیم خیلی زیبا، خیلی زود، خیلی خیلی راحت بتونیم تشخیص بدیم که گروپ چی است و پیریود چی هستن. حالا می خوایم دوستان عزیز، دانش آموزان عزیز، شاگردان عزیز، میخواهیم در رابطه با تعیین موقعیت عناصر صحبت کنیم. چگونه میتوانیم یک عنصر را تعیین موقعیت کنیم؟ دوستان خوبم، تعیین موقعیت عناصر به دو سه طریقه صورت میگیره. یکیش مشخص به طریق انگشتی است که انگشت شماره 1 2 3، یکیش بر اساس نمبر گروپ هستند و موضوعات جذابی است که امروز بر شما خواهیم تشریح نمود. دوستان پس میایم یک بار خیلی کوتاه دوستان در قسمت تعیین موقعیت عناصر با شما عزیزان، با شما خوبان و با شما دانش آموزان عزیز کار کنیم و بتوانیم خیلی ساده، خیلی راحت عناصر رو در پیریود ها و گروپ ها تعیین کنیم. این که چگونه میتوانیم عناصر رو در پیریود و گروپ تعیین کنیم، ما و شما آموزش میتیم. این کار را خیلی ساده برتان خواهیم آموخت، این کار را خیلی ساده بر شما یاد خواهیم داد. پس بنابراین تعیین موقعیت عناصر در گروپ ها و پیریود ها، پس من مثال می نویسم، یک عنوان می نویسم دوستان، این قسمت تعیین موقعیت. اما تعیین موقعیت چیه دوستان؟ تعیین موقعیت عناصر در کجا؟ در جدول می باشد. دوستان تعیین موقعیت عناصر را ما چهار طریقه تعیین می کنیم، به چهار طریقه. یکی طریقای انگشتی، 1 2 3 4، یکی بر اساس ضریب، یکیش بر اساس گروپ های نجیبه، بر اساس گازات نجیبه، یکم بر عکس نمبر اتمی. این چهار طریقه است که ما میخوایم دانه دانه اینو براتون شرح بیتم. پس قسمت اولش دوستای عزیز، سعی کنید بر اساس گروپ ها اگر که بریم چیکار کنیم، بر اساس نمبر اتمی اگر اینا رو چیکار کنیم. ببین چند تا نکته یاد داشته باشین. نکته شماره 1 دوستان همیشه یاد داشته باشین، بزرگترین ضریب است تعیین کننده پیریود هستن. اینه، سعی کنید قسمت میگیم بزرگترین ضریب، اما ضریب چی هم؟ ضریب اس تعیین کننده می باشد. اما تعیین کننده چی هستن دوستان خوبم؟ ببینید بزرگترین ضریب اس تعیین کننده چی هستن؟ تعیین کننده پیریود می باشد. اینه، این نکته شماره 1. نکته شماره 2 دوستان، نکته شماره 2 چند حالت داره؟ 3 حالت داره. سعی کنید دوستان در قسمت نکته شماره 2 دوستان، این هستن نکته شماره 2. ببینید این قسمت، من خود نکته شماره 2 را نکته میگم، باز این 3 حالت میداشته باشد، یا بهتر میتونیم بگم اگر این رو شما نگفتینم گپ ندار دوستان، فقط بیم چکار کنیم، مینویسیم شماره 2. شماره 2 برای تعیین گروپ، اینه سعی کنید قسمت تعیین، اما تعیین چی؟ تعیین گروپ. ببین برای تعیین گروپ 3 حالت میگیریم، این هستن 3 حالت، یکیش چیه؟ اس، یکی دیگهش پیس و یکی دیگهش هم چیه؟ دیم باشد. اف رو فعلا نمیگیریم. دوستان شماره 1، اگر عناصر در بلاک اس ختم شد، اس 2 حالت داره، ممکنه این 2 حالتش باشد، یا 1 الکترون داره یا چند؟ 2 الکترون داره.
بیشتر نمیداشته باشد. این که بلاک پی و بلاک دی چگونه هست بعد از یک وقفه بسیار کوتاه بر شما شرح خواهیم داد. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز و یک سلام گرم دارم به دوستانی که تازه ما پیوستن. حتما کتابچه قلم پیشتان داشته باشین. دوستان، در رابطه با تعیین موقعیت عناصر در جدول شماره یک یاد کردیم بزرگترین ضریب اس تعیین کننده چی است؟ پریود می باشد. این نکته یک. نکته شماره دوستان، تعیین گروپ. برای تعیین گروپ سه حالت داشتیم. یکیش امکان داشت که الکترون ها در بلاک اس ختم شود، ممکن است الکترون ها در بلاک پی ختم شود، یا ممکن در بلاک دی ختم شود. دوستان در هر بخشش مفصل گپ زدیم. اگر در بلاک اس ختم شد، اس دو حالت داره، میتونه با یک الکترون ختم شود. اگر یک شد گروپ اول، اگر با دو الکترون ختم شد یعنی دو تا الکترون گروپ دوم میباشد. حالا دوستان اگر در پی ختم شد چیکار کنیم؟ سکند دوستان آخرین پی، این ممکنه که الکترون با پی ختم شد. پس اگر با پی ختم شد چه کار کنیم؟ پی رو همیشه جمع دو بسازیم. این قسمت یا میگیم جمع دو میسازیم یا یک کار دیگه کنیم دوستان. کار بعدیش که انجام میتین چه هستن؟ سکن آخرین پی را با آخرین اس جمع کنیم. ببین الکترون های آخرین پی رو با آخرین اس جمع کنیم. یا او کار اگر نکردین آخرین پی را با جمع چند میسن؟ جمع دو. اگر الکترون ها در چند ختم شد؟ در دی ختم شد. باز او زمان چه کار کنیم؟ ببین ممکنه الکترون ها در دی باشد، دوباره همین کار انجام بیتین، دی را جمع چند بسازین؟ جمع دو. یا بهتر میتونم بگیم ساده تر دوستا، آخرین دی را با آخرین اس جمع کنید. آخرین اس همیشه دو میگیرد. خیلی خوب دوستا، حالا میخوایم مثال کار کنیم با چند تا مثال زیبا در قسمت تا بیتونیم زیبا موضوعیت بگیریم. مثلا دوستان ببینید اولین عنصری که بر ما داده، فرض میکنیم دوستان این اصلا عنصر هست مگنیزیم. عنصر مگنیزیم نمبر اتمیش 12 است. از ما خواسته که شما پیدا کنید که اینمی در کدام پیریود میباشد دوستان عزیز و در کدام چی هستن، در کدام گروپ میباشد. خیلی خوب دوستان، سعی کن عنصر مگنیزیم را. پس بیا مگنیزیم مینویسیم. چند هستن؟ نمبر اتمیش 12 میباشد. کار که انجام میتیم دوستان عزیز، اول یک اس دو، بعدش هستن دو اس دو، بعدش هم دو پی. دو پی چند؟ شش میباشد. قایده همون از و پس پس و ده پس ده پس و فده پس فده را یاد داشته باشین که در جلسات قبلی مفصل برتون توضیح دادیم. باز همچنان دوستان عزیز از پس پس منبع علمی ندارد، صرف ما یک کار میکنیم که دانش آموز ما راحت تر یاد بگیره، وگرنه هیچ منبع علمی ندارد. به خاطر مزی که ما بتوانیم موضوع را زیباتر، آسانتر، جذابتر با شما یاد بیتیم، همین موضوعات ما یادآوری میکنیم، وگرنه از پس پس هیچ قاعده علمی ندارد دوستان. پس بنابراین ببین حالا، پس اول یک اس دو، دو اس هم دو، دو پی شش میباشد. بعد از دو پی چند هستن؟ سه اس میباشد. سه اس هم دو. چطور؟ ببین باید 12 شود. پس بیا اینجا جمع کن. دو جمع دو چهار، چهار و شش ده، ده جمع دو چند؟ 12. بزرگترین ضریب چند است؟ یک قسمت. بله دوستان، ببین ضریب چند است؟ یک. اینجا چند است؟ دو. این هم دو. این نیستن. این دوستان. پس در پیریود چندم؟ در پیریود شماره سه موقعیت دارد. دوستان خوبم، پیریود شماره چند موقعیت دارد؟ در پیریود شماره سه و موقعیت دارد. این پیریود شماره سه. سعی کن الکترون ها در چی ختم شده؟ اس ختم شده. اس دو حالت داشت، ممکنه بود یک الکترون بگیره، ممکن دو. حالا چند تا گرفته؟ دو تا. پس این در کدام گروپ می باشد دوستان خوبم؟ در گروپ دوم می باشد. این قسمت می نویسیم. پس گروپش هم اصلا گروپ چندم؟ دوم. حالا یک سوالی دیگه ممکنه مطرح شود دوستان، گروپ دوم خاص اصلی یا فرعی؟ اصلی می باشد. چطور استاد؟ می بخشید من چطور بفهمم که نمی گروپ اصلی یا فرعی؟ دوستان عزیز ما براتون توضیح دادیم یا یادآور شدیم که گروپ ها اصلی که بود، یا گروپ های اصلی بود یا فرعی، اگر الکترون ها در اس ختم شد یا در پی ختم شد می تواند گروپ ها اصلی باشد، اگر متباقیش بود باز گروپ ها فرعی باشد. پس بنابراین دوستا حالا توان اس چند است؟ دو. پس اینی در گروپ می باشد. گروپ چندم موقعیت می داشته باشد دوستا؟ گروپ دوم هست. اینه گروپ چندم؟ دوم. چرا گروپ دوم هست؟ چون که در اس دو تا الکترون می داشته باشد. خیلی خوب دوستان، مثال بعدش هم به می ترتیب میتونیم حل بسازیم. حالا یک مثال دیگه حل میکنیم که در پی ختم شد یا در دی ختم شد. اگر مثال ها در پی و دی ختم شد چیکار کنیم دوستان؟ ما قسمت پاک میکنیم، دوباره یک مثال دومی شرح میتیم که بی نباشد. مثلا دوستان عزیز ببین عنصر بعدی رو داریم، کلورین. کلور نمبر اتمی چند است؟ 17. از ما میخواهید که شما پیدا کنید که در کدام گروپ است و کدام پیریود میباشد. پس اول یک اس دو، بعدش هم دو اس دو، بعدش هم دو پی شش،
داریم CS2 CP. ببین حساب کن چند تا الکترون داریم؟ 10 تا. مجموع اینا رو جمع کن بده 10 تا باشد. پس بنابراین 2 جمع 2 4، 4 و 6 10، 10 و 2 12. آخرین پی چند تا باید باشد؟ ببین آخرین پی باید 5 تا باشد. چرا 5 تا باشد؟ چون 5 جمع 12 میشه 10. ببین بازم این 10 تا است، اینجوری جمع کن. 2 جمع 2 4، 4 و 6 10، 10 و 2 12. پیر چند تا بیتیم؟ 5 تا. 5 جمع 12 میشه 17. خیلی خوب. بزرگترین ضریبه اس چند است؟ ببینی قسمت بزرگترین ضریبه اس اینجا دوستان عزیز پیریود چندم میشه؟ پیریود شماره 3. اینه پیریود شماره 3. ببین توان پی، الکترون ها در چی ختم شده؟ پی. همیشه یادآور کردیم پی رو جمع 2 بسازین، آخرین پی را. ببین اینی آخرین پی هستن. آخرین پی چند است؟ 5. 5 رو بیا جمع 2 بساز. 5 جمع 2 چند میشه؟ 7. پس در کدام گروپ میباشد؟ گروپ 7م. اما اصلی چطور بفهم که اصلی است؟ براتون شرح دادم. هرگاه الکترون ها در اس و پی ختم شد گروپ اصلی است، هرگاه دی و اف ختم شد گروپ ها میشه فرعی میباشد. حالا دوستان این مثال شماره چند شد؟ مثال شماره 2. مثال شماره 3 را سعی کنید دوستان. مثلا داریم فریم داریم. حالا مثلا فریم انا میگیریم. یک عنصر دیگه. مثلا داریم منگان داریم. منگان نمبر تو چند است؟ 25 میباشد. خیلی خوب دوستان، از ما مخواسته شما دریابید که منگان در کدام پیریود و کدام گروپ می باشد. دوستان همچنان یک اس دو، دو اس هم داریم دو، دو پی داریم 6، سه اس داریم 2، سه پی هم داریم 6 می داشته باشیم. بعد چهار اس داریم 2، بعدش هم سی دی. ببین بعد از چهار اس نوبت به دی می رسد. حالا به حساب کن دوستان. دو جمع دو 4، 4 و 6 10، 10 و 2 12، 12 و 6 18، جمع دو میشه چند؟ 20. خیلی خوب، من ببین آخرین دیر چند باید بیتیم؟ ای 25 است، 5 باید داد. پس بنابران این قسمت 5 رو جمع کنیم. دوستان عزیز همواره بهتون تاکید کردم اگر الکترون ها در دی ختم شد آخرین دیر با آخرین اس چکار کنید؟ جمع بسازین. این خیلی ساده است. میتونه این موضوعات بسیار به شما کانکوریان و به شما شاگردان و به شما دانش آموزان کمک کنند تا سوالای کتاب مکتب، سوالای مراکز آموزشی را خیلی راحت بتونید حل بسازین. دوستان پس ببینید قسمت توان آخرین دیر چند داریم؟ 5 داریم. پس 5 رو بیا جمع کن. جمع چند بسازیم؟ این هستن جمع 2. چرا؟ به خاطر که دو تا گپ است. گپ اولش آخرین دی رو با 2 جمع کن، یا میگه آخرین دی رو با آخرین اس جمع کن. آخرین دی آخر توان چند هستن؟ 5. 5 جمع 2 میشه چند؟ 7 میباشد. دوستا حالا بیا اینو چکار کنیم؟ آخرین ضریب چند هستن؟ 4. پس پیریود شماره چند است؟ 4 میباشد. ببین آخرین توانش چند هستن؟ 5. 5 جمع 2 میشه چند؟ 7. پس کدام گروپ؟ گروپ 7م اصلی یا فرعی؟ گروپ های فرعی میباشد. انشاءالله امیدوارم که یاد گرفته باشین دوستان عزیز. در مثال های بعدی بیشتر براتون مثال، در جلسات بعدی بیشتر انشاءالله تلاش میکنیم مثال کار کنیم و تا دیدار دیگر همه شما خوبان را به خدای بزرگ میسپاریم. بدرود.